مطرح کنید. امام حسین علیه السلام 1400 سال مظلوم بوده، الان هم مظلومه. متاسفانه بعضی ها میخوان بگن امام حسین قیام نکرده، در حالی که مولای ما استاد ما آیه وحید بارها اعلام کرده ایشون قیام کرده. یالا یالا برادر بزرگوار من، قیام کرده شما این با این حرفات که آقای وحید گفته قیام کرده با اینا مطلبی را ثابت نمیتونید بکنید، بس زرنگی در نیارید. امام حسین علیه السلام عرض کردم که شما که اگر کسی قائله که امام حسین علیه السلام خلاف سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، خلاف سیره امام حسن مجتبی علیه السلام، خلاف سیره خودش که 20 سال زیر حکومت معاویه و زیر پرچم معاویه ایشان زندگی کردند و برخلاف اون حرفهایی که خودش در کربلا گفته که به من اجازه بدید برگردم از اون جایی که آمدم، شما میگوید که نه ایشان یک شخصیت انقلابی بوده که به هر قیمتی میخواسته با یزید بجنگه، این دلیل میخواد این حرف را بیان بکنید. دلیل میخواد این که آقای وحید خراسانی در جای گفته ایشان قیام اشکالی نداره، بله اون واژه ها این زمان زیاد رواج شده، قیام کرده ایشان، قیام امام حسین علیه السلام، مردم میگن انقلاب امام حسین علیه السلام، این بله اگر ایشان گفته هم اینطوری رایجه. والا بله ما بله اینجا مسئله ما هستیم و حقایق، مسئله تاریخی اصلا مسئله تقلیدی نیست. در اصول دین که تقلید نیست، در مسائل تاریخی تقلید معنا ندارد. مرجع تقلید در مسائل احکام شرعیه فتوا میداد، وضو اینطوری بگی، غسل جنابت اینطوریه. اما امام حسین علیه السلام سیرش چگونه بوده، این در این مسئله قول مرجع تقلید اگر بگوید هم که قیام کرده انقلاب کرده حجیتی ندارد. لذا جماعت دجالیه بله این کارهای سبک، کارهای جاهلانه را کنار بگذارید، مرد بشید، یکی از علمای شما زنگ بزنم با من مناظره بکنه. سلام.